یه مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. وقتی که شاه رفت خیلی چیزها را با خود برد، از جمله ایرانیانی که تن به تبعید خودخواسته دادند. ایرانیانی که آنچه میتواند روشنترین و پرمعنیترین تعریف از شرح حالشان در کشورهای میزبان باشد، این جمله مشهور خودشان بود. بعضی اصلا میگفتن چمدونا را باز نکنید، برمیگردیم ایران. هیچ کس باور نمیکرد این اوضاعی که الان هستش پیش خواهد آمد. کنایه ای از امید به تغییر اوضاع سیاسی ایران، امید به بازگشت به میهن و از طرفی دیگر مقاومت در برابر محیط و فرهنگ جدید و متفاوت کشور میزبان. موقعی که من از ایران بیرون آمدم، چون مدت 2 سال با رژیم فعلی جمهوری اسلامی کار میکردم، دیدم که تا چه اندازه این رژیم پوشالی و خالی از تخصصه. در نتیجه برای من قابل تصور نبود که این نظام دوام بیاره. پس از پیروزی انقلاب، اعدام‌های پرسر و صدایی که با نزدیکان حکومت پیشین شروع شد، مصادره اموال تحت عنوان سرمایه‌دار طرفدار طاغوت و رواج انگ زدن‌های ساواکی، طاغوتی و ضد انقلاب بودند که به از بین رفتن امنیت جانی و مالی بسیاری منجر شد، بر موج مهاجرت‌ها افزود. منظور آمدن کلی نبود. آمدیم برگردیم دیگه نشد و بعد انقلاب و اوضاع احوال و در فامیل به ما نوشتن دیگه بر نگردید و اینجا موندیم و موندیم که موندیم. نسل اول مهاجرانی که به هر طریق ممکن، حتی اگر در پیش گرفتن راه پرمخاطره کوه و کمر هم که بود، جان خود را برداشتند و رفتند. بی نهایت مشکل بود. یکی این که اداره خانواده که من اون موقع حساب کردم ماهی $3,000 خرج این خانواده بود و خب تامین این $3,000 برای کسی که ریشه ای نداره اینجا و میخواد از صفر شروع بکنه کار ساده ای نبود. من با مثال من به شما میگم، من وقتی یه کار خیلی ساده ای رو اینجا شروع کردم، تا 2 سال حتی من و خانواده‌ام توانایی نداشتیم که بریم یه رستوران غذا بخوریم. این بار کشورهایی که پیشتر میزبان دانشجویان جوانی بودند که برای ادامه تحصیل به خارج از کشورشان می آمدند، میزبان موجی از مهاجرانی شدند که به دلایل سیاسی و اجتماعی تن به پناهندگی می دادند. موضوعی که حتی پس از گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب 57 همچنان متوقف نشده. اما فرزندان این نسل اولی های مهاجر آیا راه پدرانشان را دنبال کردند و یا در جامعه میزبان مستقل شدند؟ دغدغه همیشگی ما در این بوده که ایران چه خبر، ایران چی میشه، آیا میتونیم به ایران برگردیم یا نه. فرزند من به طور مشخص جذب این جامعه است و با این جامعه حرکت میکنه. یادم کلاس نهم که بودم واسه من نامه اومد که بریم فوتبال امریکایی بازی کنیم. من 4 سال فوتبال امریکایی توی مدرسه جبستورت تو فالس چرچ بازی کردم، دیفنسیو نوز گارد. اما خوب بود، یعنی سیستم امریکایی آدم اینجا یاد میگیره، اینجا مجبور میشه آدم یاد بگیره کار بکنه، درس بخونه. من یادم اولا هر ستامون کار میکردیم، هم خواهر من کار میکرد، خود من 16 سالم بود گس استیشن کار میکردم، مادر منم کار میکرد. جامعه شناسان شکاف، تضاد و گسست نسلی را نتیجه تحولات سریع اجتماعی میدانند. اما در جوامعی مثل ایران که شاهد انقلاب، جنگ، مهاجرت‌های گسترده و فراز و نشیب‌های عمده سیاسی در مدتی کوتاه بوده، تفاوت در باورها، تفکرات و ملاک‌های گزینش سبک‌های زندگی در میان نسل‌های مختلف بیشتر هم به چشم می‌آید. کوروش صحتی، صدای آمریکا.